درود بر شما به عنوان یک روزنامه نگار مستقل مطالبی رو عرض میکنم که ارتباطی البته به اداره که من برای اون کار میکنم نداره برخلاف تصور بسیاری از مردم ایران تظاهرات حق طلبانی مردم پنج روز رو پشت سر گذاشته و سرکوب و تدابیر شدید امنیتی و ترفندهای ویژه این حکومت نه تنها نتونسته تظاهرات رو متوقف بکنه بلکه این تظاهرات به 35 شهر کوچک و بزرگ ایران رسیده مطالبی رو سعی میکنم سریع ارز بکنم که لازم مد نظر قرار داده بشه اول اینکه من روز گذشته در تلگرامم اسناد محرمانی ای رو برای سرکوب در کردستان منتشر کردم که در اون نکات بسیار مهمی وجود داره از جمله حکومت با استفاده از اوباش و ارازل زندانی میکوشد تظاهرات حق طلبانی مردم رو منحرف بکنه و به اعتبار این تظاهرات لطمه بزنه افراد محکوم و زندانی دیزلاباد کرمونشاه روز گذشته وارد صفوف تظاهرکنندگان کنندگان شدند و با ماسک و پوشاندن چهرهشون به اموال عمومی حمله ور شدند سپس شب از دوربین های حرفه‌ای صدا و سیما که مشخص بود کاملا برنامه ریزی شده است نشون داده شد که این تظاهر کنندگان بودند که میخوان کشور رو نام کنند و, و انوال اموال عمومی رو به آتش کشیدند دوم اینکه حکومت طبق دستورالعملی که برای یگانهای ویژه فرستاده روزانه نیروهای خود را از مناطقی که تظاهرات جریان نداره به مناطقی که ناآرام هستند منتقل میکنند گسترش تظاهرات حتی به شهرهای کوچک باعث میشه که تمرکز بر شهرهای بزرگ بسیار سخت بشه. فشار تظاهرات بر حکومت بسیار فراتر از تصور عمومی است. من امروز متن درخواست کانون بازنشستگان سپاه پاسداران از بازنشسته ها رو منتشر کردم که همه رو با تأکید فرا خواندند که به گفته خودشون طبق ضرورت پیش آمده جهت سازماندهی مقابله با فتنه در اسرع وقت خود رو به سپاه معرفی بکنند. یکی از سپاهی های کرمون شاه می گفت که هر روز که به ادامه تظاهرات افسوده میشه روحیه نیروهای سپاه و بسیج ضعیفتر میشه. در طرف مقابل هم این مشاهده میشه یعنی هر روز که میگذره و تظاهرات ادامه پیدا میکنه روحی مردم بالا میره. روزهای اول و دوم رو اگه به یاد بیارید کم نبودن کسایی که این تظاهرات رو جدی نمی گرفتن و می گفتن شاید کار خودشون باشه پس بنابراین تداوم تظاهرات باعث تحلیل روحیه سرکوب در معموران رد پایین حکومتی میشه. یکی از مسائلی که مردم رو نگران کرده ایجاد محدودیت برای اینترنته حکومتی که مدام از اقتدار داخلی و خارجیش صحبت میکنه حالا اینگونه از اینترنت و کانال های خبری شبکه های اجتماعی بیم داره که مشخص این اقتدار چقدر واقعیه ولی حمایت آمریکا در راهه و مهمترین هدیه ای که پرزیدنت ترامپ پس از 39 سال به عنوان آمریکا البته به مردم ایران میده اینترنت پرسرعت ماهواره و مجانیه حکومت تمام تلاش خودش رو به کار گرفته که پیش از عملی شدن این وعده تظاهرات رو خاموش بکنه. بنابراین ادامه تظاهرات بسیار بسیار حیاتی است. مبنای این تظاهرات سراسری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک مبنای درست و حقیقیه. با تحریک هیچ جناهی از درون حکومت نبوده. سهم یا سهم از قدرت گروهی مشخص نیست انتخاب بین بد و بدتر هم نیست بلکه بر اساس نیازهای واقعی مردم رنج کشیده و ستمدیده ایرانه تصور این واقعیت در داوره که تنها پس انداز خانم سکینه خامنه ای 14 میلیارد و 126 میلیون دلار در بانکهای مالزی، قطر و دوبی به حدود 60 میلیون ایرانی زیر خط فقر اگه این رو تقسیم بکنن هر یک 17 میلیون و 800 هزار تومان پول میرسه و یا اگه یک سال جمهوری اسلامی به سوریه کمک نکنه یعنی معادل 8 میلیارد دلار بودجه ملی به کشور بازگرده که میتونه با اون هر سال 80 دانشگاه یا 100 بیمارستان و و یا 250 مدرسه رو بسازن واقعا اینا در داوره برای بقیه از جمله ثروت آقای علی خامنه ای هم که باید منتظر انتشار اسنادی باشیم که میتونه فقر در ایران رو ریشه کن بکنه در صورتی که این پول ها به ایران بازگردونده بشه در این مرحله و در روسای پیش رو مرحله شروع اعتصاب سراسریه مرحله دوم فشار بر حکومت شروع میشه همه ایرانیان دلسوز و حق طلب همه اونهایی که از اختلاس و فساد گسترده بیزارن رفاه میخوان زندگی بهتر و فردای بهتری برای فرزندانشون میخوان لازمه که در اعتصاب سراسری شرکت بکنن از همکنون هم هوشیار باشید که در روزهای پیش رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه هایی رو تدارک دیده برنامه رو تهیه کردند که این گونه جلوه بدن با ادامه تظاهرات ایران به سمت تجزیه خواهد رفت کردستان و آذربایجان جدا میشن در بقیه کشور هم جنگ داخلی اتفاق میفته سناریوی سوریه در انتظار ایرانی است اگه تظاهرات رو ادامه بدید چنین تصوری تنها توطئه ای از جانب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه اون هم جهت اینکه ایرانیا از خونه هاشون بیرون نرن و از ادامه راه پشیمون بشن برنامه سازی این برنامه ها از سه روز پیش در صدا و سیما جمهوری اسلامی شروع شده و همه باید بدونن که تنها مسئله ای که ایران رو وارد چنین خطرهایی میکنه ادامه ی حیات جمهوری Islami.